آش خانم تکیه ندید آش خانم. بالا هم یه نگاه کنی داره، داریم زنده میریم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أشهدوا يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدنا فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون والحامدون السائحون الراكعون التائبون العابدون الحامدون الآمنون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون
وبشر المؤمنين. الله أكبر ولله الحمد بسم الله بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. صدق الله العلي.
هستم. به نام خدای حکیم، به نام او که حرمت داد قلم را تا نگارش کنیم، به اسم رب شهداء و صدیقین، سلام بر بزرگ پیغمبر راستی و صداقت، راستین راهنمای مروت و شجاعت، آن پاکیزه پوش دنیای پلشتی جامگان تبعیض و استضعاف، سلام بر پیامبر اعظم حضرت ختمی مرتبت محمد ابن عبدالله. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم صلی الله علیه و آله و سلم. و عرض ارادت و ادب به پیشگاه با فرجاه اهل بیت عصمت و طهارت و حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا قائم آل محمد. درود و سلام و صلوات خدا به روح مطهر منور و ملکوتی بنیانگذار فقید جمهوری اسلامی ایران حضرت روح الله، همون که تومار حکومت شاهنشاهی در هم پیچید و اسلام را دوباره زنده کرد. درودش باد و سلامش باد و رسا سلامی بر رهبر عزیز و فرزانه انقلاب، سیدی از تبار آشوراییان، همون که به رسم جانبازی نشان از علمدار کربلا دارد. سلام بر حضرت آیت الله امام سید علی خامنه ای. صلی الله علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. و رسا سلامی بر ذره ذره خاک غیرت و شرف، پاکیزه کیان حماسه و حریت، زیبا زیبنده ظرفان سرافرازی و اقتدار، والا وادی شیدایی و دلدادگی. سلام بر ایران. و اینک شما ای دلاور پیشگان کوه ها و دشت ها و دریاهای ایران، شما که در این رزمایش عزتمندانه به پاس گرامی داشت و ادای احترام بر پیکر شهید نیل فروش تشریف آورده اید، مجد و عظمتتان باد که لایق خدمت به دین و ملکید. باری
دوباره باید حکیم توس را قلم در دست گیرد و هزاران هزار تصنیف نو کند این عظمت را، این اقتدار را، این شکوه را و این شرف را. درود بر این غیرت، مرحبا بر این شرف. و اما آمده این بار دیگر تا پای جان مانند شهید دانشمند ما بگوییم که ما از شهادت نمی هراسیم، بلکه شهادت را آرزو می دانیم. همه با هم یک دل و یک صدا، مشت ها گره کرده، پرچم ها بالا، حسین حسین شعار ما، شهادت افتخار ما. حسین حسین شعار ما، شهادت افتخار ما. حسین حسین شعار ما، شهادت افتخار ما. مرگ بر آمریکا، مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل، مرگ بر اسرائیل، مرگ بر صهیونیسم، مرگ بر صهیونیسم. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. ضمن عرض ارادت و ادب محضر فرفرد حاضرین در میدان آیینی حضرت امام حسین علیه السلام، در کنار پیکر پاک و مطهر شهید عزیزمان شهید نیلفروشان و همچنین شهدای آرمیده در میدان آیینی امام حسین علیه السلام، تشکر میکنم از خوشالانگاری کلام وحی برادر بزرگوار و عزیزم جناب آقای بهرامی استاد سطح یک قرآن کریم و همچنین رزم‌نوازان سپاه همیشه پیروز محمد رسول الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. و همچنین خیر مقدم به محضر دلدادگان و رهروان طریق معرفت، همچنین بینندگان عزیز شبکه‌های مختلف رسانه ملی که ما را از قاب حماسه در میدان آیینی امام حسین علیه السلام می‌بینند. دعوت می‌کنم از گلدختران هنرمند گروه مهر سوگند به جایگاه تشریف آورند و با اجرای سرودهای زیبا و حماسی ادای احترامی داشته باشند به ساحت قدسی و ملکوتی شهیدانمان. همه با هم تا انشاءالله جایگاه مستقر می شود، همه با هم الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. خامنه ای رهبر، مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل، مرگ بر صهیونیسم.
وقتی ظلم و جنایت از حد گذشت، وقتی در اندخویی به نهایت رسید، باید منتظر طوفان بود. سپاسگزاریم از هنرمندان گروه مهر سوگند. اما این شعار دیگر نه فقط شعار ملت ایران، بلکه سالهاست دیگر شعار همه دادخواهان عالم است که دیگر دجالگی و کودک کشی در عالم جایگاهی ندارد. و مطمئن باشید روزی در همین روزها پایان رژیم صهیونیستی را در همین میدان امام حسین جشن خواهیم گرفت. اسرائیل جنایتکار، کودک کش، مرگت باد، مرگت نزدیک است. مرگ بر اسرائیل، مرگ بر صهیونیست. الله اکبر. پرچما بالا. مقابل 12 فقط شبکه تلویزیونی به صورت زنده داره این تصاویر از میدان امام حسین علیه السلام پخش میشه. همه ی عالم بدانن ما زنده به آنیم که آرام نگیریم، موجیم که آسودگی ما عدم ماست. نسلتان را منقرض و برای ظهور حضرت انشاءالله از سطح عالم پاکتان خواهیم کرد. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. خب دعوت میکنم از ذاکر آل الله برادر بزرگوار عزیزم
جناب حاج سید مجید بنی فاطمه و عزیز برادر گرانقدرمون فرزند شهید برادر شهید حاج محمود آقای کریمی به جایگاه تشریف بیارند و در کنار این پیکر مطهر انشالله به فیض اعظم و اکمل برسید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا بعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. چون رود اینایی که شهید نیل فروشان رو میشناختن من چند بیت تقدیم کنم و عرض ادب کنم. چون رود بی صدا و خروشان بود، چون رود بی صدا و خروشان بود، مانند چشمه ساکت و جوشان بود. عمری چو نخل پر ثمر و خالی از نخوت افاده فروشان بود. میسوخت بی امان که بیاساییم یک عمر شمع جمع خموشان بود. آرام سر به زیر ولی چون شیر، کابوس شام تیره موشان بود. با ساقی الست چو پیمان بست، بر عهد خیش محکم و کوشان بود. مجنون صفت به کوه و بیابان زد، چون ابرها ز خانه به دوشان بود. گهواره وطن که رهید از موج، مدیون عزم نیل فروشان بود. هدیه کنید به روح مطهر شهدا، شهدای مقاومت، سید مقاومت شهید حضرت سید حسن نصرالله و همرکابشون شهید نیل فروشان و همه یاران امام و رهبر معظم انقلاب صلوات بلند خط کنید. مردم عزیزم، هموطنای با غیرت و نجیبمون، مردمی که مثل فولاد آب دیده شدن، وقتی میان تو میدون دشمن حساب کار خودش رو میکنه. یک بار من یه مرگ بر اسرائیل یادگاری بمونه، یادگاری آقایونم تقاضا میکنم ازشون، چون معمولا صفای دوم همه یا شعار نمیدن یا دستشون همه بلندشن، یعنی هم سطح با جمعیت بشین که تصویرم دیده بشه. همه لطف کنید بلندشین، دستتونم بیارین بالا، هر چی غضب داری. حضرت آقا فرمودن هر کسی به هر نحوی ضربه بزنه خدمت کرده به انسانیت، به مسلمونا، به بشریت، شده با یک فریاد بر سرش. هر کسی ایستاده رو به جایگاه، دندانتم فشار بده از غضب، هر دو دستتونو بیارین بالا، پرچما تکون بخوره، هر کی آماده است بگه یا علی، همه با هم تو ذهنتون بیارید
شهدامون رو، شهید حاج قاسم رو، شهدای مظلوم غزه و لبنان رو، بچه های شیرخواره رو، بچه های در رحم مادر رو، مادرای باردار که بچهشون به شهادت رسید، خودشون به شهادت رسیدن، مظلومان عالم رو به یاد بیارید. با غضب از شر مطلق اسرائیل هر دو دست رو بیاریم بالا، جان مولا عالم ببینه، هر دو دست رو بیاریم بالا، با نفرتی که از استکبار داری فریاد بزن مرگ بر اسرائیل. جانم فدای همه شما، جانم فدای همه شما. به این آتش برس، خدا به همه تون خیر بده، علل خصوص اینایی که باعث آرامش خاطر همه مردم ما شدن با طوفان الاقصای، با عملیات وعده صادق دو. خدا به همه تون خیر بده، چله خیر ببینید، روز قیامت از زهرا سلام الله علیها از همه تون دستگیری کنه. به این آتش برس ایزم، محیا کن محیاتر گلستانی ما در آتش نمرود زیباتر، محیا کن که ما از آتش شیطان نمی ترسیم، که در آغوش آتش می شود ققنوس ماناتر. چقدر دشمن می ترسه از یک جامعه که یک دست باشه. الحق و الانصاف، این از حرکت رئیس مجلسمون واقعا دیدنی بود، واقعا ستودنی بود. این از موزگیری های شفاف رئیس محترم جمهور که واقعا ستودنیه. خدای دل هممونه به همدیگه نزدیکتر کن، خدای اتحاد بین جامعه مسلمین برقرار کن. خبر از دود آه ما مادام، تو با هر شعله نفرینی تری، هر شعله رسواتر. صدای تو با دشمن دارم میگم، صدای تو به غیر از گوش دوزخ را نمیگیرد و ما را ناله مانده است صدها بار گیراتر. شما را مردگانی هست سر تا پای در آتش و خود در زندگانی نیز می سوزید پیداتر. به سوزانید من خورشید محشر نیست در راه است، خدا تنها خدا با ماست، با مایی که تنها تر اغسنا یا قیاس المستقیسین. راه دشوار است
اگر چه نیست در رنج سفر از ما شکیباتر. مهیا کن ولی خورشید محشر نیز در راه است. مهیا کن ولی عمر تو کوتاه است، کوتاه است. بسوزان و تماشا کن شهادت پوشی ما را. رقم کی میزند این شعله خاموشی ما را؟ از آن آه ما آتش زده تومار عصیان را. بسوزان تا رساتر بشنوی نام شهیدان را. بسوز ای سعی باطل، آخر این ماجرا با ماست. تو مکر آخر شیطانی و مکر خدا با ماست. هلا ای از درون ویران، ببین آبادی ما را. بخوان از مشرق حق روشنای صبح فردا را. مسلمانان، مسلمانان، مسلمانی ز سر گیرید. در این بتخانه ابراهیم باشید و تبر گیرید. این یک بیت من یاد کشورهایی میندازه که با غیرت ایستادن با همه تحریم ها، مثل کشور و مردم با غیرت یمن. نه تجهیزاتی، به لطف مولا و به لطف خدا پای دین ایستادن. لبنان همینطور، سوریه همینطور، کشورهایی که این همه سر و صدا دارن تو بوق و کرنا کردن، همه فراری هم. مسلمانان، مسلمانان، مسلمانی ز سر گیرید. در این بتخانه ابراهیم باشید و تبر گیرید. به یک دریای واحد میرسند این رودها. روزی میآید از شبستان مساجد صبح پیروزی. اومدیم ودا کنیم، چند بیتی عرض ادب کنم. عزیزان دلم، سادات معظم، اولاد امیرالمومنین، براتون روزه بخونم. وقتی که نفس تو سینه زندونه، حال مردن و کسی نمیدونه. حسین جان، غیر از تو کسی برام نمیمونه، برام نمیمونه. خدا بسازه. هممون از دنیا میریم، ای خوب شهید بشیم. خدا بسازه همون ساعت که اسیر تابوتم. خدا بسازه یا حسین بگن به زیر تابوتم. خدا بسازه
یه سینه زنی تو مسیر تابوتم، تو دین و دنیا می به والله و بالله دوای دردامی بینی و بین الله، فقط تو آقامی یا ابی عبدالله، یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله. دشمن بیشتر از مشت گره کرده شما از این دستی میترسه که به سینه میزنید برای امام حسین، چون این سینه زدن اولین سینه زن خانوم حضرت زینب سلام الله علیها بود، با همین سینه زدن و گریه و روشنگری شامی رو که امیرالمومنین علیه السلام امام مجتبی بنا به مصلحتی نشد فتح کنند، با چند تا بچه یتیم فتح کرد. هر کی سینه زنه بسم الله، تو دین و دنیا می به والله و بالله دوای دردامی بینی و بین الله، فقط تو آقامی یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله. یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله. روزی که میام برسه محشر تنها میذارن من و پدر مادر، میسپاری من و دست علی اکبر، خدا بسازه بگه مادرت این سینه زن ما بود، خدا بسازه بگه چشمش تو داغ ما دریا بود، خدا بسازه بگه از اولش هم مال مولا بود، با شهدا همراه به والله و بالله تحت لوای ما بینی و بین الله، محشر کبرا می یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله. چی میشه آقا زندگی من فدای شما باشه، چی میشه اگه سرنوشت من مثل شهدا باشه، میخوام شهید بشم آخه میگن شهید سرش رو پاته، میخوام شهید بشم آخه میگن شهید همیشه باته، میخوام شهید بشم
آخه میگن شهید میبینه آقاشو، میخوام شهید بشم. آخه میگن خودت میبندی چشماشو، بذار منم بیام با عاشقا حسین، بذار منم بیام با عاشقا، نزار ضرر کنم تو رو خدا حسین، نزار ضرر کنم تو رو. اگه میتونن همه با هم بخونن، بذار منم بیام تو رو خدا حسین، نزار ضرر کنم تو رو خدا حسین، نزار ضرر کنم تو رو. چه خوبه اگه حس کنم آقا تو منو دعا کردی، اگه ببینیم وقت مردنم بغل تو وا کردی، میخوام شهید بشم. آخه شهیدا رو زهرا خریداره، میخوام شهید بشم. آخه شهید با عباس علم داره، میخوام شهید بشم. آخه هر شب جمعه کربلا میرم، میخوام شهید بشم. پیش خودت میشینن روزه میگیرن، دست منم بگیر بگو بیا حسین، دست منم بگو بیا حسین، نزار ضرر کنم تو رو خدا حسین، نزار ضرر کنم تو رو خدا حسین. امروز برا تشییع جنازه شهید بزرگوار حاج عباس عزیز اومدید، ایشونم تازه از راه کربلا رسید، هم رزما و دوستان و عاشقا همه جمعن، جا داره اینجا عوض همه جل دستمون رو قلبمون بذاریم، صدا بزنیم صلی الله علیک یا ابا عبدالله. وقت عزیزانم رو نگیرم یه جمله روزه میخوام عرض کنم، یه علم دار به شهادت رسیده، ای همه جمعیت اومده، بزرگان از مقام معظم رهبری همه پیام تسلیت دادن، خیلی عزیزان خودشون رو رسوندن، اما دلهای عالم بسوزه برای اون شهیدی که سه روز و سه شب زیر آفتاب سوزان کربلا بود. جانم والله العظیم دشمن از این حسین حسین گفتن تو میترسه ها. آرام جان خسته دلان، نمیدونم وضعیت بدن این شهید چطوره، اما شهید کربلا
آرام جان خسته دلان پیکرت کجاست؟ جانم به لب رسیده پدر جان سرت کجاست؟ گفت بابا جسمت اسیر فتنه یغماگران شده، پیراهن امانتی مادرم کجا بود؟ هر شهیدی یه نشونه داره، اما بمیرم برا اون شهیدی که سر بریدش بالای نیزه، لباسشو به غارت بردن، هر جا هستی فریاد بزن یا حسین. من اینجا اجازه میخوام از همه عزیزان، سادات، علما، بزرگان، قربون قدمای همتون، اما ذکری که شهید بزرگوار همیشه به لب داشت، شهید بزرگوار سید حسن نصرالله، این دست ها گره کرده بیاد بالا. دشمن از این ذکر و حسین حسین گفتن و لبیک یا حسین تو میترسه. با تمام وجود زن و مرد، پیر و جوان، فریاد بزنیم لبیک یا حسین. بذار ببینن اون کسی که فرزند عاشوراست امروز مشتاش گره کرده است، سیلی به صورت دشمن میزنه با این شعار: مرگ بر اسرائیل. ما فرزندان حیدری، ما فرزندان خیبر شکنی. با تمام وجود آقا جانمون رو صدا بزنیم، سید عزیز فیض بدن. حیدر 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 دستا همه بیاد بالا، مشنا گره کرده، همه دعواهای عالم سر این نامه. هیدر 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 هرچی بغض داری از دشمنهای امیرالمومنین اینجا جاشه، همه شهدا با ما این نامو میگن. هر کی این نامو بیشتر تو عالم برد بیشتر کتک خورد. این دستا رو زن و مرد بالا بیارن. هیدر 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 در در جنگ ز دستان عدویش سپر افتاد، در جنگ ز دستان عدویش سپر افتاد، در جنگ جانم دویش سپر افتاد، در جان و دل لشگریان این خبر افتاد، با آل علی هر که در افتاد ور افتاد، با آل علی جانم در جان و دل لشگریان این خبر افتاد، در جان و دل لشگریان این خبر افتاد، با آل علی هر که در افتاد بر افتاد، با آل علی هر که در افتاد. هیدر
گرچه حوادث اصال میگیرد نام امیر المومنین رو وردید نام آقایی که همه قوت و نیرو از این آقاها میگیرن پا در رکاب کرد و دو ابرو به هم کشید او در میان قوم عرب یک پدید است از ضربای او بپرس ز امر ابن عبد ود او تم ضربه های علی را چشیده است چون بنده ای نمانده به صحرای مرکه از بس که ذوالفقار علی خون مکیده است همه این آب همه فرماندهای ما همه سربازای این آگون در دشت میدوید و نفهمیده بود هنوز شمشیر مرتضی سر او را بریده فیضم آورده باشم به همین قد این همه مردم زیر این آفتاب گرم امروز اومدید گفتید بریم تشییع جنازه یه رزمنده یه زهرای مرزی بچه‌هاش اومدن پدر و مادرش آمدن خانواده آمدن من بمیرم برای این چند روزی که اینا بی اطلاع بودن و بی خبر بودن از پیکر بابا هیچ دردی تو عالم مثل درد بی خبری نیست همه ما شبی که خبر دادن تا صبح بی خبر بودیم و حالمون پریشون بود همه دنبال یه روزنه یه امیدی میگشتن یه خبر سلامتی رو به ما برسانن ای بمیرم برام بچه‌هایی که دم خیمه ای بلند شدن الانم اومون برمیگرده قربون این گریا علمدار رو زدن بایدم برا علمدار روزه میخونید مردم زیر آفتاب اومدید برا نوکر امام حسین گریه کنید ببخشید منو چشماتون عشق باره حرفم تمام فقط یه جمله میگم با پسرش با بچهاش با خانوادش با پدرش که الان عصا زنان اومد همه جلو پاش قیام کردین گفتین پدر شهید اومده منو حلال کنن پدرهای شهدا گفتید پدر شهید اومده باید احترامش کنیم داغ بچه اگه صد سالم باشه بلا پدر مادرم اون بچه است اما بمیرم بلا اون آقایی که نیدن بازان اومد کنار بدن علیم من میخوام یه جمله‌ای بگم با جا پدر آجب باز میخوام بگم اگه خبر شهادت بچه اومد دیگه خیالت راحت بود از زن و بچه ی آجب باز گفتی همه ی رزمند هستن بچه هاج هستن هوای ناموسشو دارن الان دیدم خانواده ی آجب باز اومده همه سر زیر انداختن گفتن ناموسش اومده بذارید راحت بره این روزا هر جالب همه احترام کردن من میدونم الان سر مزارشم همه جا رو راحت خالی میکنن میگن بذارید دخترش بیاد بذارید همسرش بیاد بذارید راحت ودا کنه بابا یقینا همینتونه داغ بزرگ خونواده شهادت نبود گفتن زشت بدن بابامون الان یه هفته است
رو زمین مونده من میخوام همه هیئتیان همه امام حسینیان میدون امام حسین یه ناله یا عاشورایی بزنین قربون اون خواهری برم که صدا زد خواهش میکنم برید کنار من خودم خاکش میکنم جانم باید ناله اینطوری بلند شه بمیرم براش پدر آجباز پسر آجباز نمیدونم با چه حالی بدن بابا رو نشونتون دادن یا نه ما خیلی برای شهدا این روزا روزه خوندیم گفتن بدنش هم نذاشتن ما ببینیم گفتن به خدا فقط یه نفر تو عالم بدن دید یه نگاه به بدن کرد گفت حسین از سرشون زیاد بودی کمت کردن حسین جانم یه روز دو روز نه بعد سه روز دهاتی ها جمعت کردن حرف آخرم و روز آخرم و میگم ناله بزنید گریه کنا دیگه عجب باز فاطمیه نیست برا مادرمون ناله بزنیم گریه کنه خوب حضرت زهرا بود رفیقاش میگن نام حضرت زهرا میومد چشماش پرش میشد ببین میخوام یه جمله برا شما بگم من میگم این چند روز خیلی خوشحال بود گم مثل مادرم نشون ندارم به خدا امروز که عجب بازو تشهیه میکنید ناراحته میگه کاش مثل مادرم من تشهیه نمیشدم کاش مثل مادرم منم نشونی نداشتم بمیرم برا فرماندا اومدن سردارا اومدن میگن نباید ما قد خم کنیم باید وایسیم جلو دشمن دشمن گریه ما رو نبینه بمیرم برا اون آقا صدا زد فاطمه جان من مرد جنگیم تا حالا گریه نکردم تا حالا زانوام نلرزیم اما بگذار بگویمت به فریاد مولای سخن به لکنت افراد دیگه این کنار زهران آل زد ابکی مخافت لن تطول عمریم علی می ترس عمرش طولانی بشه فاطمه دستا رو بالا بیارید به جای همه شهدامون سید حسن نصرالله حاج عباس همه امر از مانش به خدا امینه ما کوچیکترا از بزرگترا یاد گرفتیم و وقتی با حاج حسین خرازی پشت بیسیم گفتن همه مهماتمون تموم شده با نهیب گفت کی میگه مهمات ما تموم شده گفت فرمانده لشکر خبر دارد من مهمات جای دپو کردن گفتیم حاج عباس خبر داری از مهمات دیدم داره تو سنگرا راه میره میگه دنبال حیدر میدوید گفت به خدا همه مهمات ما گریه بر زهراست ما هرچی داریم از گریه بر زهرا داریم یا زهرا حال خوبیه اما زمان ما محدود من فقط اطلاع بدم که امشب بعد از نماز مغرب و عشا هم در حسینیه حضرت فاطمه الزهرا سپاه تهران مراسم وداع با پیکر شهید برقرار هست حاضرین به غایبین اطلاع بدن اونهایی که دوست دارن بیشتر فیض ببرن کنار این بدن مطهر انشالله امشب خدمتشون باشیم ضمن عرض خیر مقدم محضر فرد فرد عزیزان عزیزه مسئولین گرانقدر دعوت میکنم از نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای حاجی صادقی عزیزم به جایگاه تشریف بیارن تا انشالله عزیز برادر گرانقدرمون تشریف میارن تو رو امام حسین قسمت میدم این پرچما بالا گفت رهبر عزیزمون که ما عزاداریم اما جنس این عزاداری از جنس عزاداری سید الشهدا سازنده است همه با هم لبیک یا حسین
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا بالقاسم المصطفى محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فوق كل ذی بر بر حتی یقتل الرجل فی سبیل الله فلیس فوقه بر. حاج عباس عزیز، عالی ترین درجه را، عالی ترین رتبه را دریافت کردی، بر تو مبارک باد. سردار عزیز ما، سلشگر عزیز ما، قبولی تو، وفاداری تو در سربازی ولایت بر تو مبارک باد. آرزو می کردی در مبارزه با رژیم ستمگر و اشغالگر صهیونیسم شهید بشی؟ آرزو می کردی؟ می گفتی از 6 سالگی دنبال این بودم. آرزو می کردی در نجات فلسطین به شهادت برسی؟ بر تو مبارک باد. اجازه بدید بگویم تو خوب رفیقی بر سید حسن بودی. چه خوب تو را شناخت، تو را رفیق خود، شریک خود، پشوانه خود معرفی کرد. تو چقدر زیبا حق رفاقت را و شراکت را ادا کردی، هم در میدان جهاد و در میدان مبارزه. وقتی دیدی این سید بزرگوار، این سید مقاومت، این شهید مقاومت تو را میخواهد، رهبرت به تو میفرماید، سر و جان نشناختی. دوستانی که از نزدیک در جریان هستند میدانند به مجرد این که با خبر شد، با اطلاع شد، نظر سید و نظر حضرت آقا هست، سر از پا نمی شناخت. تو اوج درگیری ها و سختی ها رفت و چه زیبا سید از او استقبال کرد، او را شریک خود، رفیق خود، سند و پشوانه خود. و تو چه زیبا تا آخر رفیق ریمیاراه نشدی، در شهادت هم رفیق سید حسن بودی، در شهادت هم شریک سید حسن بودی، بر تو این شهادت مبارک باد. این شهادت ها برای این سرداران، برای این فرماندهان، برای همشون یک آرزوه. دشمن این رو بداند. آیا با این شهادت ها میخواهد اونها را عزادار کند، اونها را ناکام کند، یا مکتبشون را؟ اگر خودشون را میخوان، از هر کدام از این فرماندهان سوال کنید، مثل حاج قاسم، مثل شهید زاهدی، مثل حاج عباس نیلفروشان ما، که تنها آرزوی شخصی تو چیست؟ همه میگویند شهادت. من شهادت میدهم که اینها